خدا رحمت کنه آقای بهجت رو. 2 سال ایشون پیش آقای قاضی بود، شاگرد آیت الله آقای قاضی بود، خیلی نوجوان یا اوائل جوانیش بود. پدرش تو رشت تو فومن شنید که ایشون تو وادی عرفان افتاده و پیش آقای قاضی تو نجف میره. خب اون موقع هم عرفان یه چیزی بود که همه باهاش بد بودن، یا خیلی لااقل به هر حال باهاش مخالف بودن. وقتی به پدر ایشونی همچین چیزی رو گفتن، نامه نوشت که من راضی نیستم غیر از درس آیت الله سبحانه اصفهانی جای دیگری بری، من راضی نیستم. این نامه رسید آقای بهجت، میرفتم پیش استادم آقای قاضی، گفتم که پدرم منو منع کرده که دیگه بیام پیش شما، چیکار کنم؟ آقای قاضی فرمودن که شما مرجع تقلیدت کیه؟ گفتم آقا استبلسان اصفهانی مرجع تقلید منه. گفت برو از ایشون بپرس. هر چی ایشون گفت انجام بده. آقای بهجت میگه من رفتم خدمت آقای استبلسان، به ایشون گفتم بابا منو منعم کرده پیش آقای قاضی بیام. گفت خب دستور پدرت هست، اینجا واجبه، باید اطاعت بکنی، باید اطاعت بکنی، اونجا دیگه نرو، اونجا دیگه نرو. ایشون میگه با اینکه من میل داشتم، خیلی میل داشتم خدمت آقای قاضی برسم، دیگه نرفتم. فقط 2 سال شاگرد آقای قاضی بود. اما خودش میگه، ایشون میفرمود که بعدش واقعا یک نورانیت عجیبی تو دلم حس کردم، چون نفسم خیلی دلش بخواست که برم درس ایشون، ولی فقط و فقط طبق وظیفه وقتی انجام دادم نورانیت عجیبی تو دلم حس کردم. آیت الله مولوی شون گفت آقای بهجت که بهجت شد به خاطر همین بود. یکی از آقایون که الان هست تهران هستش، گفت به خدمت آقای بهجت رسیدم، به ایشون گفتم که آقای مولوی راجب شما یه همچین چیزی میگن که به هر جا رسیدید به خاطر اون اطاعت از پدرتون رسیدید. آقای بهجت فهمیدم ما که به هیچ جا نرسیدیم، هیچی نیستیم، ولی اگر کسی از پدر و مادر اطاعت بکنه به همه جا میره.